دوستان عزیز سلام، مقدمتا از همتون پوزش می طلبم به خاطر این تأخیر و این بیماری که مدت مرا عقب انداخت. من معذرت می خوام از شما. بحث امشب من راجب ابعاد جهانی نئولیبرالیسم به یک کشور خاص نمی پردازم، ابعاد جهانیش رو بررسی میکنم. این بحث مفصل تریه، من اینو مینویسم، یه قسمتش رو نوشتم توی سایت نقد اقتصادی هستش، قسمت دوم و سوم هم مینویسم، اونجا مفصل تر اینو توضیح میدم، اگه علاقه داشتی میتونید اونجا بخونید. اینجا به خاطر محدودیت وقت من سعی کردم یه بحث خلاصه تر بکنم، جمع و جورتر بکنم. به هر حال ببینید، از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20، یعنی مثلا تا جنگ اول جهانی، میدونید که یه دوره بود که جنبش کارگری، جنبش اون زمان سوسیال دموکراسی در حال اعتلا و شکوفایی بود. خب واکنش لیبرال ها به این اعتلا جنبش کارگری و احزاب سوسیال دموکرات دو شکل داشت، این تمایزشون اهمیت داره. اولین واکنش اوائل قرن بیستم، سال 1905، حزب لیبرال انگلیس این شکل از واکنش رو نشون داد. اونم به اینجوری بودش که در واقع یک نوع عقب نشینی در مقابل این پیشرفت جنبش کارگری انجام داد، اون جریان لیبرالیسم، به شکل محدود و مشروط حقوق کار و حقوق اتحادیه‌ها رو پذیرفت و تو برنامه‌های سیاسی خودش بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی و بیمه بیماری رو وارد کرد. یعنی یک سری اصلاحات اجتماعی رفاهی رو پذیرفت، اینو پذیرفت که به هر حال جنبش کارگری هست، اتحادیه کارگری میتونه باشه و اینا. این واکنش اول اسمش نیو لیبرالیسم بود. حالا میبینید که بعدا اشتباه فهمیده شده. بعد من حالا میرم جلو، بعدا برای توضیح میدم. این اسمش نیو، این واکنش اول اسمش نیو لیبرالیسم. خب بعد از این ما میبینیم که جنگ اول جهانی اومد. جنگ اول جهانی خودش تأثیر منفی داشت، مشروعیت سرمایه‌داری صدمه زد. بعد پیروزی انقلاب اکتبر شد، اونم خودش یه ضربه دیگه دوباره به لیبرالیسم بود. اونا روحیه‌شون رو خیلی از دست دادن، تو حرفاش و سخناشون میشه اینو دید. مثلا لودویگ فون میزس از مکتب اتریشی، ببینین چی میگه: سوسیالیسم راه حل دوران ماست. امروز عقاید سوسیالیستی بر افکار سلطه دارد و مردم توده‌وار به آن میپیوند. ببینین این احساس یه آدم لیبرال خیلی متعصب از مکتب اتریشی. کینز خودش لیبرال بود، ولی 1924 توی آکسفورد، 1926 تو برلین پایان لیبرالیسم رو اعلام کرد. خب بعد بحران 1929، به اصطلاح میگن 29-32، ولی در واقع طول کشید تا اول جنگ جهانی دیگه، بحران طولانی بود، از 29 تا 32 نبود فقط، ولی به این عنوان معروف شد. بعد بحران 1929-32 شد، اونم یک ضربه دیگه به اصطلاح به لیبرالیسم وارد کرد. اینجا ما دومین واکنش رو، واکنش دوم مثل واکنش اول عقب نشینی نیست، میخواد مواضع خودش رو دوباره تعریف بکنه، خودش رو بازسازی بکنه و حالت تدافعی نداره، حالا تهاجمی داره. این واکنش دوم. اون لیبرالیسم کلاسیک که معروف مثلا به لسفره، اونو مورد انتقاد قرار میده، چون اون یک جور عملکرد بازار رو خود به خودی و خودکار میدونه، احساس میکنه عملکرد بازار نیازی به کمک دولت نداره. ولی اینا دیدن که آقا دولت باید باش از مناسبات بازار، قوانینی که حمایت میکنه از بازار، از اینا دفاع بکنه.
وگه نه نیروهای مخالف میان یک چیزایی برخلاف بازار مستقر میکنن، برقرار میکنن. خب یعنی به لیبرالیسم کلاسیک انتقاد میکنه و خواهان بازسازی و تعریف مجدد خودش. تو این راستا اولین گرد همایی بین‌المللی این دسته از لیبرال ها توی فرانسه تو پاریس انجام میگیره تحت عنوان کلوک والتر لیپمن. یه نشست بین‌المللی تمام لیبرال های کشورهای پیشرفته اونجا جمع شدن و با هم بحث میکنن. اونجا مطرح میشه که اسم جریان خودشون رو چی بذارن. چند تا اسم مطرح میشه. اون اسمی که رأی میاره نئولیبرالیسم. ببینیم مثلا خب معنی هر دوش یه نوع لیبرالیسم نو دیگه، هم نئولیبرالیسم هم نئولیبرالیسم، هر دو معنیشون یه لیبرالیسم نو. ولی در واقع این دو تا جریانه. نئولیبرالیسم اون اولی بود که یک سری برنامه‌های اجتماعی رو وارد برنامه سیاسی خودش کرده بود و در واقع یک تا حدودی عقب نشینی می‌کرد در مقابل جنبش کارگری. نئولیبرالیسم برعکسه، این میخواد خودش رو بازسازی کنه، بازتعریفی کنه و به اصطلاح دوباره لیبرالیسم رو بهش قدرت بده، رواج بده، چه میدونم دوباره برقرار بشه و اینا. بعد از این کلوک همونطور که گفتم 1938 بعد جنگ دوم جهانی شد. خب اینا فاصله افتاد. 1947 به ابتکار هایک که اون هم از مکتب اتریش هست و یکی از لیبرال های خیلی سرشناسه، خب اون اومد در سوئیس توی منطقه مونپلیرین یه دونه دوره جلسه گردهمایی بین‌المللی دیگه ای ترتیب داد. این از گردهمایی اول خیلی مهمتر بود. تمام جریان های مهم لیبرالی اینجا بودن. مکتب فرایبورگ از آلمان، مکتب اتریش، همین هایک، میزس، هم لودویگ فون میزس توش بود هم هایک بود، مکتب شیکاگو از آمریکا، میلتون فریدمن اونجا بود، جورج استیگلر بود و مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن که کارل پوپر هم از اون اومده بود و لیونل رابینز. این جلسه دوم اهمیت و تداومش مهمتر از جلسه اول. این تا همین الان هم ادامه داره. یعنی ما یه جامعه داریم به اسم جامعه مونپلرین که لیبرال های جهان رو تو خودش جمع میکنه و سازماندهی کرد. از همون زمان 1947 تا کنون تقریبا هر دو سال یه بار اینا جلسه بین‌المللی داشتن، جلسه داشتن، نشستی داشتن. از لحاظ اهمیت اینو براتون بگم که 2017 آماری که من ازشون دارم در 49 کشور اینا عضو داشتن، 1000 تا عضو داشتن، 100 تا بنیاد مختلف فرهنگی و تحقیقاتی تحت کنترل اینا بود، افراد خیلی با نفوذی بودن تو حوزه آکادمیک، حوزه آکادمیک رو تحت نفوذ خودشون قرار دادن. یکی از جلوهای این اهمیت اینا این بودش که 9 نفرشون جایزه نوبل گرفت. حالا من دیگه وارد اون جزئیات نمیشم که اون نوبلا چه جوری بود و اینا، اون تقریبا با یه توضیح بیشتری تو اون نوشته اول من اینو توضیح دادم. ولی این جریان به اصطلاح ایدئولوژیک، و ایدئولوژی رو با همون معنی منفیش اینجا به کار میبرم، یعنی آگاهی کاذب، ببینید انقدر اینا روی بازار تکیه میکنن که بازار نمیدونم تعادل برقرار میکنه، رشد اقتصادی رو برقرار میکنه، که آدمای از به اصطلاح که از نظر اقتصادی، تئوری اقتصادی به خود اینا نزدیکی دارن بهشون میگن بنیادگرایی بازار، مارکت فوندامنتالیسم. یعنی میگن دیگه بنیادگرایی بازار هستن. این و این جریان ایدئولوژی که دیدین چجوری شکل گرفت و در این جامعه مونپلرین، در واقع 4 دهه این تو انزوا بود تا نیمه های دهه 1970 که اونجا یه بحرانی شد. حالا ببینیم که اون بحران چه تغییر رو در این به وجود، ولی در واقع اینا یک جریان ایدئولوژیکی بودن، خواهان بازسازی لیبرالیسم بودن
اسمی که برای خودشون انتخاب کردن نئولیبرالیسم بود. البته اینطوری فکر کنید که همه اعضا همیشه خودشون رو نئولیبرال نامیدن، گاهی اوقات نامیدن، گاهی اوقات ننامیدن، اسم دیگه برای خودشون گذاشتن، ولی به هر حال این یه جریانی بودش با این توضیحی که من برای شما دادم. حالا یک خیلی کوتاه برای اینکه وقت گرفته نشه از توازن طبقاتی بعد از جنگ جهانی دوم من برای شما بگم. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم سرمایه‌داری اروپا، کشورهای اروپایی خیلی تو جنگ تخریب شده بود. سرمایه‌داری کشورهای اروپایی خیلی تضعیف شده بود. بدون کمک آمریکا اینا قادر به بازسازی خودشون نبودن. آمریکا چون دور از جنگ بود، خیلی کمتر آسیب دیده بود و حتی از نظر اقتصادی خیلی سود کرده بود. یعنی در زمان جنگ سرمایه‌داری آمریکا خیلی رشد کرد، ولی سرمایه‌داری اروپا صدمه خیلی زیادی دیده بود. جنبش کارگری برعکس خیلی بالنده و در مبارزه با فاشیسم هم مسلح شده بودن، هم تو جنگ با فاشیسم خیلی اعتبار و به اصطلاح مشروعیت پیدا کرده بودن و قدرت زیادی داشتن. هم احزاب سوسیال دموکرات، هم احزاب کمونیست، هم جنبش اتحادیه‌ای قدرت زیادی داشت. از یه طرف از اروپای شرقی خب میدونید روسیه به فاشیسم پیروز شده بود، اومده بود کشورهای اروپای شرقی هم گرفته بود، یوگسلاوی هم تو تیتو گرفته بود. خب از اون طرف هم که کشورهای به اصطلاح تو گیومه کمونیستی اونجاها رو گرفته بودن. خب اینم باز توازن رو به نفع چپ تغییر میده. توی همچین، یعنی میخوام بگم توازن طبقاتی بعد از جنگ جهانی به نفع طبقه کارگر بود و به ضرر طبقه سرمایه‌دار. ولی اینجوری نبودش که مثلا فرض کنیم تغییری در قدرت سیاسی انجام بگیره، ولی اینجوری شده بود که تا حدودی اون جنبش کارگری رو به رسمیت میشناخت. حالا دیگه میدونید که جنگ سرد و اون کمک مارشال، من وارد اینا دیگه نمیشم، فقط همین کوتاه چون وقت نداریم، اینکه توازن طبقاتی به این شکل بود بعد از جنگ جهانی دوم. نتیجه این توازن طبقاتی سه تا نتیجه داشت. یکی اینکه یه سری صنایع استراتژیک و یه سری صنایعی که نرخ سودشون از حد متوسط پایین تر بود اینا دولتی شد، پس بخشی از صنایع دولتی شد، نه برخلاف ببینیم برخلاف بازار و اینا. دوم، دولت‌های به اصطلاح رفاه شکل گرفت که اقدامات اجتماعی، بیمه بیکاری، بیمه بیماری، بیمه بازرسی، یه سری کمک‌های اجتماعی رو تو خودش داشت. البته یک دولت رفاه خیلی ضعیف‌تری توی آمریکا پیش از جنگ تو دوره بحران 1932 زمان روزولت تحت عنوان نیو دیل اونجا هم تو آمریکا شکل، ولی شکل درجه به اصطلاح اون قدرت دولت رفاهیش از نسبت به اروپا خیلی کمتر. خب ببینید، یکی دولتی کردن، یکی این دولت رفاه، یکی سیاست های کینزی. اون لیبرال ها همه دلیل بحران رو یه عاملی خارج از، یه عامل غیر ساختاری میدونستن، یه عاملی خارج از سرمایه. کینز برای اولین بار اومد پذیرفت که دلیل بحران داخل خود سرمایه، اون دلیل هم کمبود تقاضا معرفی کرد، نه؟ یعنی یه جور تئوری کم مصرفی، در واقع کینز طرفدار بحران به دلیل کم مصرفیه، کم بودن تقاضا، و برای همین میگفت دولت باید دخالت بکنه با سرمایه گذاری در یه سری رشته ها، با تلاش برای اشتغال کامل، اینها تقاضا رو افزایش بود، مصرف افزایش بده تا جلوی بحران رو بگیره. حالا بیش از این من وارد این بحث نمیشم، فقط همین که پس ببینید توازن قوا بعد از جنگ دوم جهانی یه توازنی بود به نفع چپ و نتیجهش هم این شد که دولتی کردن ها، دولت های به اصطلاح رفاه و سیاست های کینزی. خب حالا بیایم به اواسط دهه 70 یک شرایطی پیش اومد که این شرایط اون توازنی که گفتیم بعد از جنگ شکل گرفته بود، اون توازن رو میخواست به هم بزنه. ببینیم این عواملی که خواست این کار رو بکنه چی بودن.
4 تا عامل رو باید بهش توجه داشته باشیم. اولین عامل اعتصاب های وسیع کارگر. این اعتصاب ها از 1960 دو دوره بودن. این اعتصاب دوره اول 1960 تا 1964، دوره دوم از 1968 تا 1973. اینجا شما البته اگه من بخوام مکس بکنم، اینجا شما دکومنت مثلا مدرک شماره دو رو بیارین، خودش سه صفحه است. اگه به اون نگاه بکنین، منحنی اعتصابات رو 4 صفحه است. منحنی اعتصابات رو اینجا کشیده، نه من این منحنی ها رو از کتاب ساسون برداشتم. خب خیلی خلاصه بخوام نتیجه رو براتون اینجوری بگم، اینجوریه که بعضی کشورها رو میبینیم مثل اتریش فقط تو دوره اول اعتصاب داشتن، بعضی کشورها مثل بلژیک فقط تو دوره دوم اعتصاب داشتن، بعضی کشورها مثل فرانسه و ایتالیا به طور پیوسته از دوره اول تا دوره دوم به سطح بالا اعتصاب با درجه بالا داشتن. انگلیس دوره اول اعتصابات کم بود ولی قطع نشد، به طور پیوسته و همینطور فزاینده رفت تو دوره دوم. این حالت ها رو توی این منحنی ها میتونیم ببینیم. پس اعتصاب های وسیع انجام گرفت، طولانی وسیع در تمام کشورهای اروپایی این اعتصاب ها انجام گرفت. دو تا دلیل این اعتصاب ها داشتن، یکی این بودش که مزدها متناسب با باراوری بالا نرفته، به خاطر مزد اینا برای افزایش مزدشون متناسب با باروری، چون یه جوری هم توافق شده بود که مزدها متناسب با افزایش باروری افزایش پیدا بکنه. خب این افزایش پیدا نکرد. بعد تورم اومده بود. خب این تورم باعث می‌شد که مزدهای به اصطلاح واقعی پایین باشن دیگه، یعنی تورم و افزایش مزد، عدم افزایش مزدها متناسب با باروری دلایلی بودش که این اعتصاب انجام میده. خب این یه عامل چی بود؟ پس افزایش اعتصاب های کارگری در تمام کشورهای اروپا. عامل دوم بحرانی که از 1974 شروع شد تا 1983. دلیل بحران کاهش نرخ سود. نرخ سود از 1968 پایین بود ولی بحران خودش رو 1974 نشون داد، نه یعنی ولی نرخ سود از اون موقع پایین بود. نرخ سود وقتی میاد پایین، عاملی که میتونه اونو خنثا کنه نرخ ارزش اضافیه، ولی ما میدونیم که اتحادیه‌ها گفتیم قوی بودن، جنبش کارگری قوی بود، مزدها بالا بود، نرخ ارزش اضافی نمیتونست بالا باشه، نرخ ارزش اضافی پایین بود، یعنی نمیتونست اون پایین بودن نرخ سود رو خونسا کنه. پس بنابراین پایین بودن نرخ سود و پایین بودن نرخ ارزش اضافی، این دو تا با هم جمع می شدن، این بحران رو به وجود می آوردن. این بحران ترکیب بود از رکود و تورم. معمولا توی بحران ها رکود هست ولی قیمت پایین، تورم نیست، ولی اینجا هم رکود بود هم تورم. دلایل این تورم، یکی افزایش قیمت مسکن و زمین بود، یکی افزایش قیمت انرژی که میدونی که قیمت نفت رفت بالا و اون داستان ها رو خودتون به خوبی میدونی. 1974 یه بار شد، اواخر 1970 هم اصلا بحران انرژی شد دیگه، فقط بحران نفت نبود. شدت رکود هم تو سال 80 تا 82 به حد اکثر خودش. این رکود رو رکود تورمی میگن دیگه، چون رکود و تورم با هم دیگه جمع شده بودن. به انگلیسی به اصطلاح استگنیشن رکود رو با اینفلیشن تورم ترکیب کردن، میگن استگفلیشن. در واقع این یه بحران استگفلیشن بود، رکود و همراه با تورم. ببینیم پس یه عامل چی شد؟ افزایش اعتصابای کارگری. عامل دوم بحران. عامل سوم این بودش که اقتصاد جهانی شده بود تو این فرصت، یعنی از جنگ دوم به بعد. البته جهانی شدن سه دوره داره، حالا من مفصل نمیخوام وارد بشم، ولی از جنگ دوم به بعد جهانی شدن گسترش پیدا کرد. اگر اون شاخص‌های جهانی شدن رو در نظر بگیریم، ببینید شاخص‌های جهانی شدن یکی اینه که رشد تجارت خارجی
نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی پیشی میگیره، سریعتر از تولید ناخالص داخلی رشد میکنه. تولید فراملیتی شروع میکنه به رشد، این شرکت های چند ملیتی و تولید فراملیتی، یعنی اینکه کشورهای پیشرفته سرمایه‌هاشو میبرن تو کشورهای جهان سوم یا کشورهای عقب مونده تر، بخشهایی از زنجیره تولید رو به اونجاها منتقل میکنن و تولید یه زنجیره‌ای داره، بخشایش تو کشورهای پیشرفته است، بخشایش تو کشورهای نیمه پیشرفته عقب مونده. خلاصه یه زنجیره جهانی داره تولید، تولید فقط ملی نیست، تولید فراملیتی. برای اینکه این کار انجام بگیره باید در یه سری از کشورها انباشت اولیه سرمایه انجام گرفته باشه، یعنی توده های وسیع از زمین کنده شده باشن، به صورت نیروی کار آزاد اومده باشن تو بازار کار، آماده شده باشن برای فروش نیروی کار خودش. یعنی سرمایه با یک توده وسیع از انسانهایی که وسایل معاش و تولید خودشون رو از دست دادن و بیکار شدن و نیروی کارشون رو میفروشن روبرو شده باشه که بتونه با مزد کم اونا رو استخدام بکنه. نه، انباشت اولیه جلد اول کاپیتال خاطرتون هست، انباشت اولیه توی یک سری کشورها باید انجام گرفته باشه که سرمایه‌داری بتونه سرمایه رو منتقل کنه به اونجا و اونجا تولید سرمایه‌داری رو راه بندازه. خب پس این پیش‌شرطاش بود و به هر حال نتیجه چی میشه که افزایش تولید فراملیتی و شرکت‌های چند ملیتی تعدادشون میره بالا. اینم یه شاخص. شاخص سوم اینه که سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش پیدا میکنه. ببینید پس با سه شاخص ما میتونیم این رشد جهانی شدن رو بعد از جنگ دوم جهانی مشاهده کنیم. راجب رشد من اینجا چند تا آمار میگم. رشد تجارت خارجی از سال اواسط 50 تا سال 70، ببینید چجوری تولید ناخالص داخلی در تمام کشورهای پیشرفته به اصطلاح 40% افزایش پیدا کرده بود، تجارت خارجی 65% افزایش پیدا کرده بود. یعنی رشد تجارت خارجی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتره. اگه بخوام توی بازه زمانی طولانی تر این رو در نظر بگیریم، مثلا 1950 تا 1990 تولید ناخالص داخلی 6 برابر شد، توی این مدت تجارت خارجی 12.5 برابر شد. منتهاش این توی بازه زمانیه، ما حالا بیشتر میخوایم تو همین سالهای 70 باقی بمونیم. تولید فراملیتی 1965 17% از تولید ناخالص داخلی رو شرکت های چند ملیتی انجام میده. 1982 این میزان به 24% رسید، 1995 به 30% رسید. ببینیم پس 17%، 24%، 30%، یعنی سهم شرکت های چند ملیتی در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرد. این شاخص دوم. شاخص سوم افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود. 1960 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2 برابر کالا و خدمات بود، 1980 4 برابر کالا و خدمات. ببینید پس در واقع جهانی شدن رشد کرده بود. این فاکتور سوم. فاکتور چهارم مالی شدن، فاینانشالایزیشن. ببینیم سرمایه مالی، اشتباه نکنیم که هیلفردین گفته بود مالی شدن فرق می‌کنه. حالا من یه توضیح خلاصه بدم. ببینیم کلا تو این کشورهای پیشرفته اگه ما بخوایم مثال بزنیم، آمریکا و انگلیس بورس بنیادن، یعنی اون نهاد مهمی که تو سیستم مالیشون عمل می‌کنه بورسه. مثلا بگیم بانک و بورس، با بورس اونجا مهمتره، به این دلیل میگیم این بورس بنیاده. ولی آلمان و ژاپن اگه در نظر بگیریم اینها بانک بنیادن، بانک توشون مهمتره. اگه خاطرتون باشه هیلفردینگ سرمایه مالی رو ترکیب یا جوش خوردن سرمایه سنتی با سرمایه بانکی گفت. سرمایه مالی عبارت از جوش خوردن یا ترکیب سرمایه سنتی و سرمایه بانکی با سلطه سرمایه بانکی. سرمایه بانکی بر سرمایه سنتی سلطه پیدا. خب ولی ببینید آلمان و ژاپن بانک بنیاد بودن، یعنی سرمایه بانکی با سرمایه سنتی جوش می‌خورد. آمریکا و ژاپن که اونطوری نبودن، اونجا بورس بنیاد بود، یعنی بازار سرمایه اونجا مهم بود نه بانک.
هیلفردینگ هم اینو میدونست، ولی فکر میکرد که این چیزی که خودش میگه یعنی سرمایه مالی یه جریانی است که همه گیر خواهد شد، یعنی اونا هم بعداً میشن سرمایه مالی، میشن فایننس کاپیتال، نه سرمایه مالی میشن. این چیزی که ما میگیم مالی شدن اینجا اینطوریه که مالکیت خصوصی، سرمایه های واقعی، سرمایه های مجازی، اوراق قرضه، همه اینها به اوراق بهادار میشن و در بورس میرن معامله میشن. بورس مرکز هستش که به اصطلاح برنامه ریزی مالی شرکت ها از طریق اون انجام میگیره، کمتر بانک، بورس بیشتر انجام میگیره. این مالی شدن اینه، متوجه با اون سرمایه مالی هیلفردینگ فرق میکنه. اینجا بیشتر منظور اینه که بازارهای مالی، بورس و به اصطلاح تبدیل شدن انواع دارایی و انواع سرمایه به اوراق بهادار و معامله اینها تو چیز. حالا از اینم وسیع‌تره، من بعداً دوره توضیح خواهم داد. اگر ما نگاه بکنیم با همون توضیح که دادیم، تمایزی که وجود داره بین آمریکا و انگلیس که اینا بورس بنیادن، آلمان و ژاپن بانک بنیادن، نگاه میکنیم میبینیم از جنگ دوم جهانی به بعد انگلیس و آلمان بازارهای مالیشون در حال گسترش. اینجا من شما اگر مدرک 4 رو، من اینجا از بعضی مدرک‌های 1 و 3 گذشتم، یعنی به خاطر اینکه وقت تلف نشه، مدرک 4 اگه بیارین، این مدرک 4 نشون میده که سهم به اصطلاح باز چیز مالی، بخش مالی رو داره در کل تولید ناخالص داخلی آمریکا نشون میده. خب اینجا اگه نگاه کنیم به سال 1940 به بعد 1945، یعنی بعدی که جنگ تموم شده، نگاه کنیم دائما منحنی به طرف بالا میره، یعنی بازار مالی تو آمریکا بعد از جنگ در حال گسترش. من منحنی از انگلیس نداشتم ولی اونجا هم همینجور بود، یعنی اونجا هم بازارهای مالی بعد از جنگ در حال گسترش بود. به همون نسبت مثلا فرض کنید تو آلمان یا ژاپن اینطوری نبود، آلمان و ژاپن کمتر رشد کرد، ولی تو اون دو تا کشور بازارهای مالی هم رشد کرد. من یک آمار از آمریکا دارم، اونو براتون میخونم. میزان سرمایه هایی که تو بازار سهام بود در سال 1970 136 بیلیون بود. این 136 بیلیون 13.1% تولید ناخالص داخلی بود. سود این بخش مالی 16% بود. اگه بخوایم مقایسه کنیم با بخش صنعت، اون موقع سود صنعت 25-30% تو این حدود نوسان میکرد، ولی سود بخش مالی 16% بود، یعنی در این حدود بخش مالی رشد کرد. خب حالا شما اینطوری در نظر بگیرید، من 4 تا عامل گفتم: رشد اعتصابات، بحران اقتصادی سال 1970 و همون 4-83، رشد جهانی شدن، رشد مالی شدن. 4 تا عامل. ببینید دو تا عاملش منفی عمل میکنه، دو تا عاملش مثبت. منظورم چیه؟ یعنی سرمایه‌داری میخواد از بحران بیاد بیرون، ولی برای اینکه از بحران بیاد بیرون و از بحران هم طوری بیاد بیرون که مدل انباشتش با این شرایط جدید منطبق باشه. شرایط جدید یعنی همین جهانی شدن پیشرفت کرده، مالی شدن پیشرفت کرده، باید یه مدل انباشتی رو بگیره که با این شرایط جدید همخوان باشه. خب با این مدل جدید انباش از بحران میخواد بیاد بیرون، ولی یه مانع جلوشه. اون مانع چیه؟ یه اتحادیه‌های قوی کارگری، جنبش قوی کارگری. خب باید اینو بسیار سرکوب کنه دیگه، سرکوب کنه و توازن و قوا رو به نفع خودش بچرخونه. کدوم؟ همون توازن و قوایی که به خلاصه به طور گفتیم تو بعد از جنگ دوم جهانی بود دیگه. اون توازن و قوا رو باید به هم بزنه. خب پس در واقع اینجوری بود. ببینید پس نئولیبرالیسم اون اولش یه پروژه ایدئولوژیک، الان با این شرایطی که ما داریم یه پروژه طبقاتی شده، یعنی میخواد یک سری به حساب برنامه‌های اقتصادی بیاره، یه اقدامات اقتصادی، یه سیاست‌های اقتصادی میخواد بیاره که از طریق اونها از بحران خودش خارج بکنه و یه مدل جدید انباش متناسب با شرایط جهانی رو پیش ببره.
برای اینکه این کارو بکنه باید توازن طبقاتی بعد از جنگ رو به هم بزنه به نفع خودش، یعنی قدرت سرمایه‌داری نسبت به قدرت طبقه کارگر افزایش بده کنه، طبقه کارگر رو به صورت سرکوب کنه دیگه، قدرتش رو کم کنه، بزنه امتیازاتی که به دست آورده تو این دوره کم بکنه. پس اینجا این میشه که به صورت نئولیبرالیسم یه پروژه طبقاتی هم هست که توازن طبقاتی رو عوض می‌کنه. در این حال توجه بکنید که بعد از جنگ سری کشورها به خصوص آلمان و ژاپن از نظر صنعتی از نظر تولید رشد کرده و قدرت رقابتی به اصطلاح آمریکا که به اصطلاح سلطه داشت بر بقیه کشورهای همین اروپایی، ژاپن و اینا چیز داشت، اتحاد بعد از جنگ دوم جهانی رو که خاطرون از پیتر گوان توضیح میده، الان اینجا فرصت نمون من توضیح بود، ولی بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا تونست بر تمام این کشورهای اروپای غربی، ژاپن، کانادا، اینها سلطه پیدا بکنه و یه اتحادی بین این کشورها امپراتوری به وجود اومد در با رأسش آمریکا. خب آمریکا تو این دوره از نظر تولید اقتصادی، از نظر تولید ناخالص داخلی نسبت به کشوری مثلا ژاپن و آلمان نتونست اونطور پیش رو کنه، یعنی تواناییش پایین افتاده بود، ولی از نظر همون گفتی بازارهای مالی همچنان قدرتمند. خب با تقویت یه سیستم انباشتی که با مالی شدن و بازارهای مالی رو تقویت میکنه میتونه اون به صورت نزول نسبیش رو، اون پایین اومدن نسبی سلطهش رو دوباره احیا بکنه. پس در واقع هم این پروژه طبقاتیه، هم پروژه امپریالیستیه. چرا؟ چون قدرت سلطه آمریکا رو که یکم تضعیف شده بعد از جنگ تا سالهای 70 دوباره احیا میکنه و اون نقطه قوت اون، یعنی سرمایه های مالی رو که نقطه قوتشه، اونا رو بهش نقش بیشتری میده. ببینید پس اینطوری شد دیگه. من به طور خلاصه میخوام اینطوری بگم، نئولیبرالیسم در آغاز یه پروژه ایدئولوژیک بود، بعدن تو با بحران سالهای 70 به یه پروژه طبقاتی و یه پروژه امپریالیستی هم تبدیل شد. حالا در عمل این به چه شکل پیش رفت؟ اولین مواردی که این پروژه هایی که ما گفتیم به این شکل اینا اجرایی شدن کدوم بود؟ خیلی زود همونطور که همه میدونین یه مورد آزمایشی داریم، اونم شیلیه. بعد از کودتای شیلی که نمیدونم پینوشه کودتا که علیه سالوادور آلنده سال 1973 اونجا رو تبدیل کردن به یه لابراتواری برای آزمایش این سیاست های نئولیبرال و اولین بار اونجا ایجاد شد. کسایی هم که این کار کردن بیشتر شاگرد مکتب شیکاگو بودن، بهشون بودن شیکاگو بویز. خود میلتون فریدمن و خود هایک هم بارها سفر کردن به شیلی، رفتن اونجا مشاوره دادن، چیز کردن، ازشون با گرمی استقبال کردن. خب اون پس از 1974 تا 83 هم این پروژه در خود شیلی به طور آزمایشی انجام شده. من وارد جزئیات نمیشم که اونجا چی کار کردن، چون بعداً در واقع شباهت اون تو تاچر هم تو انگلیس کرد، ریگان هم تو آمریکا کرد. اونجاها در واقع اونا رو میخونیم، حالا چون وقت کمتره من اونجا وارد نمیشم. ولی بعد از اون نمونه آزمایشی در شیلی تو دو تا کشور این شروع شد، یکی تو انگلستان مارگارت تاچر، یکی توی آمریکا همونجوری که میدونین دونالد ریگان. به اصطلاح تاچریست و ریگانیست سیاست‌های نئولیبرال رو اجرا کرد. خب بیام اول انگلیس رو خیلی سریع دوره کنیم. تاچر جزو حزب محافظه‌کار بود، حزب توری، 1975 هم ریاست حزب رو به دست گرفت. 1979 انتخاب شد به نخست وزیری انگلستان. از 1979 تا 1990 خودش حکومت میکرد، نخست وزیری بود. از 1990 تا 97 هم جان میجر اگه خاطرتون باشه به جایش اومد نشست، اون میگه بازم از حزب محافظه‌کار. در واقع تاچریست با خود تاچر شروع میشه تا جان میجر، یعنی به اضافه جان میجر، یعنی از 1979 تا 1997، یعنی هم دوره تاچر هم دوره میجر، اینا رو بهش میگیم ما تاچریست. یه دوره وسیع‌تر از خود تاچره. اقداماتی که کردن چی بود؟ اون یکی مونتاریست،
اون کاری که مکتب شیکاگو میلتون فریدمن میگفت، نرخ بهره رو بالا ببریم که توقعی درک نظریه مقداری از پول، که هرچی مقدار پول مقدار نقدینگی دائما هم میگن دیگه، تو ایران هم میگن نقدینگی رفت بالا تورم افزایش بگرد، در واقع همین، یعنی مقدار پول رو که برای تورم رو بیاریم پایین، مقدار پول رو بیاریم پایین، برای که مقدار پول رو بیاریم پایین نرخ بهره رو ببریم بالا، پول در گردش کم میشه، پول بیشتر تو بانک ها میمونه، چون کسی دیگه وام نمیگیره، بهره بالاست دیگه، وام نمیگیره، پول در گردش کم میشه. پس در واقع متکی بر نظریه مقداری پوله، با بالا بردن نرخ بهره میخواد چیزو بره پایین. یکی این روشو به کار میبره، یکی این که میگه دولت هزینه هاشو کم بود، اون مخارج اجتماعی که میکنه، پول بیمه اینو اونو میده نمیدونم فقط کمک میکنه، این چیزا رو بیاره پایین، هزینه های خوش کم، اینا باعث میشه که تورم کم بشه. این سیاست های مونتاریستی به سیاست های ترجمه فارسی شده درست الان نمیدونم چی بگیم، پولی پولگرایی مثلا این چیز. خلاصه یکی این یعنی مونتاریست، افزایش نرخ بهره، کاهش هزینه های دولت. دوم خصوصی سازی هایی که دوره جنگ شده بود اینا رو برگردونه، یعنی دولتی شده ها رو خصوصی سازی کنه، خصوصی سازی بکنه، پریواتیزیشن بسه، پریواتیزیشن. تو انگلیس بریتیش پترولیوم، بریتیش تلکوم، گاز بریتیش، بریتیش ایرویز، اینا همه خصوصی شد، نه؟ اینا رو به اصطلاح سهام، به شکل سهام خصوصی کردن ها، یعنی یهو کلشو نفروختن به کسی، به سهام تبدیل کردن، این سهامو تو بازار بورس فروختن دیگه، نه؟ پس با قیمت بسیار پایین، یعنی قیمت واقعی این خصوصی بسیار قیمتش پایین تر. این دوم. سوم این کاری که کردن بازارهای مالی رو آزادسازی کردن، لیبرالیزی کردن. چجوری مثلا کردن؟ 1979 همون موقع که اومد کنترل سرمایه رو برداشت. کنترل سرمایه مقصود اینه که سرمایه بخواست وارد یک کشور بشه همینجوری نمیتونست وارد بشه، مثلا میخواست بره در یه شرکتی سرمایه گذاره، مثلا فرض کن بهش میگفتن تو باید کمتر از 50% میتونی اینجا سرمایه گذاری، بیشترش باید مال ملی باشه، خارجی نمیتونه بیش از 50% مثلا اینجا سهم داشته باشه، اگر اومدی سرمایه گذاری کردی 10 سال بعد بمونی، نمیتونی هر وقت خواستی بری بیرون. ببین اینا اسمش کنترل سرمایه بود. این کنترل سرمایه برایشون، سرمایه هر جا که میخواست، به هر مقدار که میخواست و هر مدتی که میخواست میتونست بره و خارج بشه، یعنی ورود و خروج سرمایه رو آزاد کرد. این یک چیز بود. قیمت ارز و کشورها، دولت‌ها قیمت ارز و پول خود، قیمت پول خودشون رو تعیین می‌کردن. گفتن که این کارو نکنید. قیمت پولمون رو بریم دست بازار. ارز و تقاضا برای هر پولی به ارزشون رو تعیین می‌کنه دیگه. دولت اینجا شدن. اینم یک چیز دیگه بود. کنترلی که رو بانک‌ها بود. مثلا فرض کن نرخ بهره رو اونا، هر بانک اجازه نداشت نرخ بهره رو، بانک مرکزی مثلا اون نرخ بهره، یه نرخ بهره پایه داشتیم، اونا نرخ بهره خودشون با اون چیز، حالا هر بانکی یه نرخ بهره میذاره برای رقابت، نه که بیشتر مشتری جلب کنه، نرخ های بهره متفاوت. بعد بانک ها باید مثلا اگر $100,000 فرض کنیم میخواد وام بده، باید حداقل $30,000 خودش موجودی داشته باشه که بتونه $100,000 وام بده، یعنی بین موجودی خودش با وام باید یه نسبتی وجود داشته باشه، این نسبت رو آوردن پایین، نه؟ یعنی میتونه چند برابر موجودی خودش، دارایی خودش وام بده. و یک سری کارهای دیگه که حالا من دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی اینها باعث میشد که بازارهای مالی آزاد بشن، لیبرالیزه بشن. بهش ما به فارسی میگیم مقررات زدایی یا آزادسازی یا لیبرالیزه کردن دیگه، نه؟ این چیزا رو توی بازارهای مالی انجام بده. میزان اینا تو 1966 انقدر این تعداد این آزادسازی ها زیاد بود که بهش گفتن بیگ بنگ، بیگ بنگ مالی، و در واقع میگن این باعث شد که لندن به یه مرکز بزرگ مالی دنیا تبدیل بشه.
ببینیم پس تا حالا چی گفتیم؟ مونتاریسم، خصوصی سازی، کارهای لیبرالی، نئولیبرالی چی هستن؟ مونتاریسم بود، خصوصی سازی بود، لیبرالیزه کردن بازارهای مالی بود. من اینا رو به ترتیب زمان گفتم، اگه به ترتیب اهمیت میخواستم بگم یه جور دیگه میشد. کاهش، حالا اون چیزی که مهمتره، کاهش قدرت اتحادیه‌های کاری. خب همه میدونیم که کارگران معدن زغال سنگ 170 هزار تا کارگر توی اتحادیه‌ای به اسم NUM، به اصطلاح اتحادیه ملی کارگران معدن، یک سال اینا اعتصاب کرد، یه اعتصاب طولانی از 1984 تا 1985. 1985 بعدا صندوق اعتصاب تموم شده بود، یعنی اینا پول نداشتن که به اعتصاب خودشون ادامه بدن، به اتحادیه بزرگتری به اسم توک، به اسم ترید یونیون کانگرس که اولش رو برداری میشه توک، بزرگترین اتحادیه، یعنی در واقع خودش یه کنفدراسیونیست از اتحادیه ما، 48 اتحادیه، از اونا کمک مالی خواستن، متاسفانه اونا کمک نکردن، اعتصاب شکست خورد. تاچر پیروز، این یه پیروزی همین مهمی بود در عقب روندن اتحادیه ها. اون چیزی که تاچر در حزب چیز محافظه‌کار در اقلیت بود، اون چیزی که اونو قدرتش رو زیاد کرده بسیار تمام حزب محافظه‌کار آورد پشتش، دو چیز بود. یکی ایاتون باشه با آرژانتین سر فالکلند، جزیره فالکلند جنگ شد، پیروزی تو جنگ فالکلند بود، یکی این پیروزی به اعتصاب کارگران معدن. این دو تا چیز تاچر رو کرد صدر اعظم آهنین که بهش میگفتن، در واقع این دوتا اونو تبدیل کرد صدر اعظم آهنین. کلوز چاپ رو ممنوع کرد. کلوز چاپ یعنی این که مثلا یک کارخونه هایی وجود داشت که اگر کسی عضو اتحادیه نبود اصلا نمیتونست استخدام بشه، فقط کسایی میتونستن استخدام در اون کارخونه بشن که عضو اتحادیه، به میگن کلوز چاپ. کلوز چاپ رو اصلا قدغن کرد، دیگه هم چیزی نبود که بیاد یارو مثلا همین بگه کسی که عضو اتحادیه نیست نمیتونه اینجا استخدام بشه. پیکتینگ ثانویه رو هم قدغن کرد. پیکتینگ که میدونین که یه عده میان وای میستن مواظب، اولا تبلیغ میکنن بیرون کارخونه که اعتصاب هست، مانع ورود اعتصاب شکنا میشن، این کارهایی که خودتون میدونین. پیکتینگ سکندری پیکتینگ، پیکتینگ ثانویه اینجوری بودش که اینایی که پیکت بودن میتونستن تو شعبه های دیگه این کارخونه و یا کارخونه های دیگه که این کارخونه باهاشون ارتباط داره، معامله داره، برن اونجا هم وایسن پیکتینگ بکنن، اونا رو هم به اعتصاب دعوت کنن. این هم قدغن شد نه؟ ولی از جزئیات اگر رد بشیم، سه تا روش رو اینا برای سرکوب جنبش کارگری به کار بود. سه تا روش. این سه روش رو بالا بردن نرخ بهره. خب نرخ بهره رو که میبری بالا، سرمایه گذاری کم میشه، سرمایه گذاری کم میشه، اشتغال کم میشه، بیکاری میره بالا. همینجا هم بیکاری تو تمام کشور، تو همه جایی که نئولیبرالیسم شد بیکاری به شدت، همون چیلی خیلی بیکاری زیاد شد دیگه. تو انگلیس هم هیچ وقت بیکاری انقدر نبود مگر دوران جنگوی. یکی افزایش نرخ بعد، پس این مبارزه. دوم این بودش که اجازه میدادن، یعنی شرایط طوری میشد که صاحبان سرمایه دارا، صاحبان کارخونه ها میتونستن کسی رو که عضو اتحادیه است استخدام نکنن. یعنی خیلی از کارگرا عضو اتحادیه نمیشدن تا بتونن استخدام بشن. خب اینا یه ضربه دیگه بود به جنبش کارگری. روش سوم دیگه شون اینجوری بودش که اون مراکز صنعتی که اتحادیه توش پایگاه داشت، خیلی قوی بود، اون مرکز صنعتی رو منتقل میکردن به یک قسمت‌های دیگه، از نظر جغرافیایی منتقل میکردن به جاهایی که اتحادیه اونجا یا ضعیف بود یا اصلا وجود نداشت. جابجا کردن جغرافیایی مراکز صنعتی از نقاطی که اتحادیه توش قویه به نقاطی که اتحادیه یا ضعیفه یا اصلا وجود نداره. مثلا تو خود انگلیس از شمال منطقه های مثل منچستر، لیورپول، نیوکاسل که منطقه های سنتی سنتی انگلیس بود، اینا رو منتقل کردن به جنوب به یه منطقه هایی به اسم کوریدور M4 و کوریدور M5، یعنی لندن و بریستول و کاردیف و
این جوجه ها، جنوبای لندن، جنوب ویلز و اون طرف ها. اونجاها اتحادیه کارگری ضعیف بودن و به این هم یکی از راه های چیز بودن. به سه روش در واقع بود که اینا علیه جنبش کارگری بود. عین همین هم تو آمریکا انجام میشه. حالا به اونم میرسیم، من اونجا تکرار میکنم دیگه، الان اینجا تکرار نمیکنم. یه روش دیگه که اینا میکردن، روش نئولیبرالی، مالیات. اولا اون مالیات تصاعدی که متناسب با افزایش درآمد مالیات هم افزایش پیدا میکرد تو دوره همون بعد از جنگ، اونو که برداشت. بعد هم سعی کردن مالیات بر درآمد، مالیات های مستقیم بر درآمد، بر سود، بر سرمایه‌دارا رو کم بکنن و مالیات مالیات غیر مستقیم تبدیل کنن، مالیاتی که سرشکن میشه به همه مردم. یعنی پس بریم مالیات سرمایه‌دار و سود سرمایه‌دار بیاریم پایین به حداقل، مالیات غیر مستقیم بر مصرفی، مواد مصرفی و اینا که بر همه مردم تخصیم میشه، مالیات ارزش افزوده و اینجور چیزها رو ببریم بالا. پس این هم سیاست مالیاتشون بود. حتی تا چه مالیات سرانه گذاشت که خیلی با اعتراض رو شد دیگه، اونو برداشت. و دیگه یه چیزی این که توی انگلیس خونه های شهرداری بود، یعنی یه سری خونه بود متعلق به شهرداری و آدم های کم، به همه آدم ها میدادن، آدم های طبقه متوسط، ثروتمندی که نمیومدن، طبقه متوسط و طبقه فقیر اون خونه ها میگرفتن. و دیگه این که زمین، 2 میلیون هکتار تو انگلیس زمین عمومی بود، ارزششون رو 400 بیلیون پوند تخمین میزن. نه خب با زمین مالکیت، بخش زیادی از زمین، نمیگیم همش، بخش زیادی از زمین ها مالکیت عمومی بودن، خونه هم بخش زیادی از خونه ها متعلق به شهرداری بود. خونه های شهرداری رو خصوصی کردن، یعنی میفروختن به اینا رو به سهام تبدیل میکردن، میفروختن توی بازار، یا اینکه چیز به یا کلن میفروخت دیگه، خونه رو میفروخت. بزرگترین خصوصی سازی بسیار تو همین این چیز شد. ببینید 1979 یعنی موقعی که تاچر به قدرت رسید، 42% آدم ها تو این خونه ها زندگی میکرد. بعدن که اینا رو خصوصی کردن دیگه 8% آدم ها تو این خونه ها بودن، یعنی به این نسبت چیز شد. مهمتر از اون زمینه، از این زمین های این 2 میلیون هکتار زمین عمومی 10.5% 11%ش رو خصوصی کرد. باعث شد که قیمت زمین و قیمت مسکن هر دو بره بالا. ببینید قیمت زمین توی مسکن 2% از قیمت مسکن رو تشکیل میداد 1900 و همین سالهایی که تاچر اومد. بعدن که زمین رو خصوصی کردن 70% قیمت مسکن قیمت زمین بود، یعنی قیمت زمین باعث شد قیمت مسکن بره بالا. بعد خصوصی کردن خود زمین، خود مسکن هم باز قیمت اونو برد بالا. افزایش قیمت مسکن و زمین 3 برابر شد. یعنی نتایجش هم منفی بوده دیگه. مثلا حالا من بعضی‌ها رو که میتونم برای شما میگم. یه چیز دیگه بگم که دیگه از اینجا خارج بشیم. ببینید 100 نفر از بزرگترین مالکان زمین تو انگلیس عضو مجلس لردها بودن. ببینید یعنی نفوذ سیاسی داشتن، میتونستن از این طریق رو سیاست‌های نئولیبرالی تأثیر بذارن. 30% از نمایندگان محافظه‌کار مجلس عوام هم اونام زمیندار بودن. نه یعنی قدرت زمیندارا تو انگلیس میدونید که تا مدت‌ها باقی بود و اینجا هم اهمیت خودش نشون داد. خب این چیزایی بود که راجع به تاچریست من براتون گفتم. حالا میریم سراغ ریگانیسم. ریگان 1981 به قدرت رسید تا 1989. بعدش یادتون باشه بوش سنیور اومد تا 1992. این فاز یعنی هم خود ریگان هم بوش سنیور رو مثلا میگن دوره ریگانیسم. کارهایی هم که اینا کردن باز مونتاریسم بود، یعنی افزایش نرخ بهره. البته نرخ بهره زمان پیش از ریگان رفت بالا، نه پیش از ریگان کی بود؟ یهو از من رفت بیرون، یادتونه شما؟
کارتر یادم. زمان کارتر در واقع پیش از ریگان نرخ بهره رو برده بودن بالا. وزیر دارایی کارتر فولکر بود. نرخ بهره رو 20% کرد. 20% نرخ بهره رو 1 و 2 و 3 مثلا 4 دیگه 20% خیلی. نرخ بهره رو 20% بالا بهش میگن شوک فولکر. بعد دیگه خیلی باعث رکود شدید شد و بیکاری شدید شد. اورد 16%. یعنی پس یکی همین سیاست ولی خود فولکر مونیتاریست نبود ولی این سیاست رو به کار بود. زمان کارتر این به اصطلاح شروع شد و به خود ریگان این ربط نداره. دوم خصوصی سازی. این زمان ریگان شد. هواپیمایی، راه آهن، حمل و نقل جاده‌ای، اینا همه دولتی بود. تلکومونیکاسیون و شرکت‌های دارویی، اینها تمام دولتی بود، اینها رو خصوصی کرد. اینجا هم لیبرالیزاسیون بازار مالی وجود ما می‌بینیم. بعضیش از زمان نیکسون شروع شده. بعضیش زمان کارتر شروع شده. کنترل به اصطلاح نیکسون حیاتون باشه برتون وودز رو برداشت. اونجا اینطوری بود که همه پولا به دلار وصل می‌شدن، پایه‌شون دلار بود، خود دلار پایه‌اش طلا بود. رابطه دلار رو با طلا نیکسون قطع کرد سال 1973. و این خودش یه اقدام لیبرال مثلا آزادسازی بود دیگه، پول بیشتر پول رو بازار تعیین میکنه، مقدار پول رو، یه پایه، یه پشتوانه ثابت مثل طلا، اینو مثلا میگن پنجره طلا رو بس این از طلا جدا کرد. بعد کنترل سرمایه هم پیش از زمان کارتر، اواخر دوره کارتر ورداشته شد. کنترل سرمایه یادتون دیگه، ورود و خروج سرمایه به هر کشوری آزاد باشه. اینو تو آمریکا پیش از ریگان برداشت. نه؟ اون کارهایی که ریگان کرد این بودش که نرخ بهره رو آزاد کرد. نسبت دارایی‌ها به وام رو چیز کرد. وام رو میتونستی به اوراق بهادار تبدیل بکنی و اینها بلافاصله 1986 باعث یه بحرانی شدن که معروف شد به بحران پسنداز و وام، Saving and Loan Crisis به این معروف، بحران مالی بزرگی بود. یعنی نتایج لیبرالیزم بازار مالی بلافاصله خودش به شکل بحران نشون داد. هزار تا بانک پسنداز ورشکست شدن تو این بحران. ولی بازارهای مالی از 1980 سریع رشد کردن. همه چیز به اوراق روش به اصطلاح تو بورس روش معامله انجام میگیره، روی ارز، روی اوراق قرضه، روی سهام و یه چیزه، یه ابزارهای جدید مالی به اسم مشتقات مالی. مشتقات مالی دیریوات بهش میگن دیگه، نه ما حالا به فارسی ترجمه میکنیم به مشتقات مالی. این ابزارهای مالی تعدادشون رفت بالا. نهادهای خصوصی سرمایه گذاری، بانک ها به اصطلاح، مثلا بانک دولتی نه، بانک خصوصی هم نه، نهادی که صرفا سرمایه گذاری میکنه برای بازی در بورس به اسم فاند دیگه، فاند ها، هج فاند و میوچل فاند و انواع دیگه فاند، اینها سرمایه، یه عده سرمایه دار بودن که پول میذاشتن برای اینکه بازی کنن توی بورس، اوراق بهاداری رو بخرن، اوراق بهاداری رو بفروشن. اینا همه به اصطلاح این گسترش سریع بازارهای مالی بود. ببینیم مثلا با یه آمار هم میشه اینو نشون داد. دارایی بانکای سرمایه گذاری 1978 33 بیلیون، یعنی 1.3% تولید ناخالص ملی. تو سال 2007 این به 33.1 تریلیون رسید. از بیلیون به تریلیون، نه؟ و از 1.3% تولید ناخالص داخلی به 22% تولید ناخالص داخلی افزایش بده. اینم آماری بودش که نشون میداد این رشد بازارهای مالی از 1980 به بعد. اینجا هم کاهش قدرت اتحادیه کارگری رو ما میبینیم. 1981 کارگرای پاتکو، کارگرای کنترل حمل و نقل هوایی، این کارگرها اعتصاب کرده بودن. ریگان 10,000 تا کارگر اخراج کرد از این چیز، شرکت پاتکو، و
کسایی رو استخدام کرد که ببخشید پادکو اتحادیه بود، از اون شرکت حمل و نقل هوایی اخراج کرد، من اینو قاطی کردم، و کسایی رو استخدام کرد که عضو اتحادیه نبودن. یکی دیگه از ابزارها و یا روش‌های دیگه‌ای که اینا به کار بردن اینجوری بودش که یه نهادی وجود داشت در آمریکا به اسم National Labor Relations Board، خلاصش میشه NLRB، یک چیزیه مثل یک دفتر قضاوت عالی، یک مرکز عالی قضاوت. این دو کار انجام میده، یکی اینکه دعواهایی که بین کارفرما و کارگرا یا اتحادیه و اینا بود به اینها رسیدگی میکرد، یکی دیگه اینجوری بودش که تو آمریکا اینطوری بودش که هر وقت یه جایی میخواست اتحادیه اعلام اعتصاب بکنه میگفتن رأی گیری کن آیا کارگرای اون کارخونه تو رو به نمایندگی خودشون قبول دارن که تو میخوای اعلام اعتصاب بکنی یا ندارن. یعنی بعد سری انتخابات انجام میشد تا بعدن اعتصاب برگزار بشه. خب پس قضاوت در مورد اختلافات و برگزاری انتخابات به عهده این NLRB بود. نه، این NLRB 5 تا قاضی عضوش بودن. از زمان نیو دیل 1935 این به وجود اومده بود. اتفاقی که افتاد اینجوری بودش که دو تا از اعضای این 1981 دیگه باید از مقام خودشون میرفتن کنار، رئیس جمهور اونا رو انتخاب میکرد. خب ریگان دو تا آدم محافظه‌کار رو گذاشت اونجا. بعدن 1983 رئیس اون رفت کنار، فکر کنم مریض شد، نرفت کنار، اون مریض شد مرد. این اونجا رئیسم، یعنی از 5 نفر 3 نفر رو ریگان تعیین کرد که آدمایی گذاشت که بسا همین طرفدار خودشون بودن، محافظه‌کار بودن و بسا می‌خواستن طرح‌های نئولیبرال رو به کار ببرن. این باعث شد که دست سرمایه‌دارا برای استخدام کسانی که عضو اتحادیه نبودن باز بشه، یعنی هر کسی که تو اتحادیه بود بیرون می‌کردن، جاش کسایی رو می‌آوردن که عضو اتحادیه نیستن. این یک کارشون بود. یک کار این بودش که انتخابات برگزار نمی کردن. نه، تعداد انتخابات 50% اومد پایین و همین دیگه. حالا آماری هم هست که تعداد کسایی که عضو اتحادیه نبودن رفته بالا، حالا من دیگه اونو نمی خونم چون وقت شما گرفته میشه. اینجا هم همون سرالش به کار میرن برای سرکوب جنبش کارگری، بالا بردن نرخ بهره، استخدام کسانی که عضو اتحادیه نبودن، انتقال مراکز صنعتی از یه نقطه‌ای که اتحادیه قویه به نقطه‌ای که اتحادیه قوی نیست. توی آمریکا اینجوری بودش که بازم تو شمال، تو شیکاگو، دیترویت، نیویورک، میشیگان، اینجاها مراکز صنعتی بود که بهشون میگن راست بل، کمربند زنگ زده. اینا رو بردن به جنوب آمریکا، تو فلوریدا، تگزاس، لوئیزیانا تا سیلیکون ولی تو کالیفرنیا، که اینجاها اتحادیه کارگری ضعیف بود و اینها. نه، پس اینجا میبینی که شبیه دو انگلیس سه روش به کار میبرن برای که جنبش کارگری رو سرکوب بکنن. حالا اینجا اگر شما به دکومنت بسیار چه میدونم اون مدارک پنجم و مدارک ششم رو مراجعه بکنین، مدرک پنجم راجع به اتحادیه کارگری تو اروپاست، مدرک ششم راجع به اتحادیه کارگری توی آمریکاست. خب اینا اگه اونجا نگاه بکنید میبینید که از همین سالهای 80 که نئولیبرالیسم اومده اتحادیه چجوری ضربه میکنه، همش رو میافتن پایین. توی کشورهای اسکاندیناوی یعنی سوئد و نروژ و فنلاند اینها این کمتره، بقیه کشورهای اروپایی این شدیدتره. خودتون اونجا نگاه کنین، حالا دیگه ما جزئیات جزئیات نمیشه، ولی همونجا خودتون نگاه کنین متوجه میشین که از سالهای 80 به این طرف تعداد اعضای اتحادیه به شدت افتاده پایین. توی آمریکا هم اگه نگاه کنید همین دیگه، اون یه ستون است دیگه. اون آمریکا هم چیزه دیگه، دکومنت 6 6 یا 5 دکومنت 6 من نوشتم، دکومنت 6 اگه بیارین اونجا هم می‌بینید که آمریکا هم چطوری این پایین افتاده بعد از اومدن ریگان از سال 84، یعنی از خود 84 این نظرات خودشون. اینجا سیاست های خب از این رد بشیم بریم بعدی. سیاست های مالیاتی اینجا اجرا میشه، یعنی اینکه همون مالیات های مستقیم رو بر سود و سرمایه کم میکنن
مالیات های غیر مستقیم بر مواد مصرفی و اینها این چیزا رو و ارزش افزوده و اینها رو افزایش میدن. اینجا هم همینطوری شد. اینجا یه کاری که رگان کرد که تاچر مثلا نکرده بود، بودجه بخش بیشتر بودجه رو به نظامی اختصاص داد، بخش کمتر بودجه رو به ببخشید از بودجه نظامی افزایش داد، بودجه اجتماعی رو کاهش داد. خیلی خوب، این هم از کارهایی که ریگان و تاچر کردن. خب ببینید نئولیبرالیسم از اینجاها شروع شد. سیاست هایی که اجرا کردن دیدین که چه سیاست هایی بود دیگه، چه جوری بود، چه روش هایی بود دیگه، من تکرار نمی کنم. حالا چه جوری این که از شیلی در شیلی آزمایش شد در انگلیس و چیز برای اولین بار پیاده شد، چجوری این جهانی شد؟ جهانی شدنش به این فرم بود که خب یه سری نهادهای بین‌المللی بودن، اهرم‌های بین‌المللی بودن که از اینا استفاده می‌کردن برای جهانی شدن. صندوق بین‌المللی پول بود، بانک جهانی بود، سازمان تجارت جهانی بود، بانک مرکزی اروپا بود، شورای اروپا بود و یک نهادهای دیگه، نهادهای منطقه‌ای یا بین‌المللی که از اینا استفاده می‌کردن برای اینکه سیاست‌های نئولیبرالی رو پیش ببرن. این نهادها از 1980 به کسی که میخواد ازشون وام بگیره یا قرض بگیره یا کمک بگیره یه سری سیاست ها رو تجویز میکرد. از 1980 1989 یه آقای به اسم جان ویلیامسون اینا رو جمع کرد، لیست کرد، اسمشون گذاشت توافق واشنگتن. یعنی توافق واشنگتن از 1980 به وسیله این نهادها اجرا میشد، ولی از 1989 این آقای ویلیامسون اسمشون گذاشت توافق واشنگتن. توافق واشنگتن روایت‌های مختلفی از 8 تایی هست، 8 تا مثلا ماده، 12 تا ماده و 10 تا ماده. اون 10 تا مادهش معروف شده به 10 فرمان موسی، به طنز، نه؟ این 10 فرمان موسی رو من الان اینجا نوشتم، ولی اگه بخوام بخونم برای شما، به اساس توافق واشنگتن شامل چه چیزایی میشه؟ وقت می، اگه وقت شد آخر جلسه یادآوری کنیم، من این 10 تا رو به اساس 10 فرمان موسی رو براتون بخونم. خب این ابزارها بود و سیاست‌هاش در سطح ملی. خب چطوری حالا پیش رفت؟ 1980 کشورهای آمریکای لاتین یه مدل صنعتی شدن به اسم مدل جایگزین واردات. یعنی اینا چیزهایی که وارد می‌کردن سعی کردن خودشون تولید بکنن، اول کالاهای مصرفی کم دوام، بعد کالاهای مصرفی بالا. اینا رو مرحله اول اینا، مرحله دوم اونا بیان خودشون تولید بکنن، صنعت به این طریق صنعتی بشه. این از سالهای 30 شروع شد توی آمریکای لاتین، موفق هم بود. ببینید تا از 1933 تا 80 کشور برزیل و کشور مکزیک به طور متوسط سالانه 6.4 رشدشون بود. این 6.4 رشد تولید ناخالص داخلیشون بود. این رشد خوبیه دیگه، 6 میدونین که رشد خوبیه، پس یعنی موفق هم بود. ولی بعدن از همین سال 80 و اینها، قبل از 80 از اواسط مثلا 70 اینا، این با مشکل روبرو شده بود و اینا با به خاطر این وام میگرفت. 1980 بحران بدهی های آمریکا، بحران بدهی ها پیش اومد در آمریکای لاتین و آفریقای جنوب صحرا، به خصوص این بحران از همه شدیدتر بود. خب از این بحران همین نهادها، خب اینا خواستن وام بگیرن از بسیار این بدهی‌هایی که دارن، یه مقررات جدید براش وضع بشه و دوباره وام بگیرن که بتونن اینایی که سررسید شده، پرداختشون سررسید شده، اینا رو ببرن. اون موقع وقتی نمیخواستن وام رو بدن، این سیاست های نئولیبرال رو به اینا میگفتن. دیدید سر یونان چیکار کردن دیگه، همین کار رو با کشورهای آمریکای لاتین هم انجام دادن. پس ببینید کشورهای آمریکای لاتین در واقع با این بحران بدهی ها و اون بحران مدل صنعتی شدنشون 1980 اینا چیز شدن. البته بعضی هاشون مثل برزیل دیرتر، مثلا 90، برزیل 1990 بیشتر چیزش شد، سیاست نئولیبرالیسم اونجا پیاده شد. در آفریقای جنوب صحرا که شامل 49 کشور میشه، اونجا هم بحران بدهی‌ها بود. اونجا هم سالهای 80 تا 90
اونجا هم چی شد؟ اونجا هم سیاست های نئولیبرالی رو پیش بردن. بعد میایم همونطور که میدونین 1989 تا 1991 سال فروپاشی کشورهای روسیه شوروی و کشورهای پیمان ورشو، کشورهای نو شوروی به اصطلاح. خب اینجا هم چی شد؟ اینجا یک مدلی از نئولیبرالیسم پیش رفت که به شوک تراپی معروف شد. ببینین حالا این چجوری بود. اینجا هم یک کسایی بودن به اصطلاح نئولیبرالی بودن از دانشگاه هاروارد، معروف شدن به هاروارد بویز. مثل اونجا شیکاگو بویز، اینجا هاروارد. شوک تراپی اینجوری بودش که خصوصی‌سازی وسیع، تمام صنایع تا جایی که امکان داره اینها رو یک بار خصوصی می‌کردن، قیمت‌ها رو یکو آزاد می‌کرد. و قیمت‌ها رو اونجا یارانه می‌دادن، قیمت‌ها رو دولت کنترل می‌کرد، قیمت‌ها رو آزاد می‌کرد. تجارت خارجی رو آزاد می‌کرد. ارز رو دیگه دولت تعیین نمی‌کرد، ارز رو بازار تعیین می‌کرد. نقدینگی هم برای اینکه می‌گفتن تورم نشه، حالا تجارت رو آزاد کردیم، نفت آزاد کردیم، نقدینگی رو می‌آوردن پایین. پس این کار شوک‌تراپی در واقع شامل این چیزا بود. این شوک، این مدل به اصطلاح چیزو بذارید در مقابل چین. ببینید اونجا هم نئولیبرالیسم آورد ولی شوک‌تراپی نبود. چجوری بود؟ اونجا اینجوری بود، از زمان ایات میشه از زمان دنگ شیاپینگ 1978 اونا اومدن گفتن که آقا از اون اول از کشاورزی شروع میکنیم، کشاورزی رو لیبرالیزه میکنیم، بعد صنایع سبک رو لیبرالیزه میکنیم، بعد همینجوری، یعنی از پیرامون شروع کردن، یهو از همه صنایع رو خصوصی نکردن، از اونجا شروع کردن و بازار رو به تدریج خصوصی سازی و بازار رو به تدریج پیش بردن. این کار در این کشورهای شوروی نشد، این به طور ناگهانی انجام گرفت و نتایجش فاجعه بار بود. روسیه از 1992 تا 98 50% تولید ناخالص داخلیش افت کرد. تولید کشاورزیش به کمتر از سال 1913 سال، یعنی از اون سال هم کشاورزی پایین تر افتاد. مزدای واقعی در سال 99 38% سال 89 یعنی شروع فروپاشی بود. 38% بود، یعنی از زمان فروپاشی هم به مراتب کمتر. در این حال همونطور که گفتیم کاهش نقدینگی، پول کم بود، نیمی از مبادلات صنعتی به شکل پایاپای انجام میشد. حالا من اگه بخوام بگم دوباره، مثلا جمهوری چک بعد از 18 سال تولید ناخالص داخلیش به سطح زمان فروپاشی رسید و از همه بدتر گرجستان، اوکراین و مولداوی بودن. فقط یک کشور بود که سال 98 تونست به سطح قبل زمان فروپاشی برگرده، اونم لهستان. بنابراین بقیه مدت ها طول کشید تا به سطح زمان فروپاشی برگردن. ضایعات انسانی هم داشت، باعث فقر شد، نابرابری شد، بیماری شد، مرگ شد. اگه در خود روسیه بخوام در نظر بگیریم، 1991 میزان مرگ 11.4% جمعیت بود، 1993 این به 14.4% رسید، 1993 به 16.2. ببینید از 11.4 به 16.2 میزان مرگ و میر رسید، یعنی میزان مرگ و میر در عرض 4 سال ببینید چقدر افزایش بوده. یونیسف میگه بحران سلامتی در اروپای شرقی از نظر تاریخی سابقه نداره، بی سابقه است. خب این هم کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی، روسیه و اینها، اینا هم به این شکل اومدن نئولیبرال شدن. کشورهای شرقی و جنوب آسیا که میدونیم اینا معروف بودن به ببرهای آسیایی، رشد زیادی کرده بودن. اینها دوچار سال 1997 و 98 دوچار یه بحران شدن. بحرانی بود به علت مازاد تولید، به علت بدهی زیاد و اولین بار خودش رو توی پایین اومدن نرخ پولشون به شدت پایین افتاد و در تایلند شروع شد. کره جنوبی رو در بر گرفت، تایوان رو در بر گرفت، تایلند رو در بر گرفت، اندونزی، مالزی، فیلیپین. اینا وقتی خواستن بدهی خودشون رو بپردازن، اینها بهشون سیاست‌های نئولیبرالی رو به اصطلاح حقنه کردن. وقت دارم من؟ وقت دارم؟ حالا مهمترین سیاست‌های نئولیبرالی رو یه بار مرور کنیم ببینیم چجوری. ببینیم یک خصوصی دادیم، دیدیم که خصوصی میکنن ولی غالباً به شکل اوراق، یعنی به شکل سهام خصوصی میکنن. اینجوری که مثلا یهو یه کارخونه رو بفروشن به یه چیز،
اینجوری هم یعنی هست، ولی غالبا اونجوریه که به سهام تبدیل میکنن میبرن تو بازار بورس، یعنی یه جوری رونق دادن به این بازارهای مالی. سیاست های مالیاتی رو هم که گفتیم دیگه، مالیات مستقیم رو کم میکنن بر سرمایه و سود، مالیات های غیر مستقیم که بر همه مردم، دوش همه مردم میفته، اونا رو زیاد میکنن. بعد سیاست های آزادسازی و مقررات زده. این سیاست ها رو تو سه حوزه اگه بخوایم بررسی کنیم، یعنی مقررات زده از بازار کالا، از بازار کار، از بازار سرمایه، یعنی سه تا عامل تولید. نه، از بازار کالا اینجوریه که بازار داخلی قیمت ها رو میدن دست یارانه، تعیین قیمت از طرف دولت اینا نداره، اینا میدن دست بازار. تجارت خارجی هم سعی میکنن تعرفه ها رو بیارن پایین، سیاست های حمایتی است که به اصطلاح از صنایع داخلی میخواد حمایت بکنه، تعرفه میبنده، اینها رو هم بردارن. یعنی سیاست بازار داخلی، بازار سیاست تجارت خارجی و تجارت داخلی رو آزاد میکنن. بازار کار، حقوق کار، حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی، ببینید تمام اینا رو میارن پایین، یعنی اون چیزایی که به نفع کارگرا بوده ور میدارن میدن دست بازار، یعنی بازار تعیین بکنه که مزد تو چقدره، یا نمیدونم یا مثلا فرض کنید صندوق بازنشستگی رو میبرن توی بورس، به سهام تبدیل میکنن میبرن توی بورس. دیدیم که مثلا چجوری با بحران هایی برای صندوق های بازنشستگی به وجود اومده دیگه، در اثر همین فروریزش بورس و این چیزها، پایین اومدن قیمت سهام و اینها، چجوری صندوق های بازنشستگی دچار پروبلم شدن. تأثیراتش اگه بخوایم تأثیرات مهمش رو بازار کار بگیم، قراردادهای موقته، قراردادهای ثابت، اینکه کارگر رو توی دوره معین استخدام میکنن به قراردادهای موقت میشه، هر وقت میخوان استخدامش کنن، هر وقت میخوان بیرونش میکنن. در کشورهای اروپایی این میزانش کمتره، به طور میانگین 19.5% نیروی کار موقته، مثلا کارگرا کار موقت دارن، ولی اگه در سطح جهان بخوایم بیایم این مقدارش بیشتر خواهد شد. ILO در سال 2013 تعداد میزان کارهای موقت در سطح جهان رو 48%، یعنی تقریبا نصفی از کارگرا کار موقت میکنن، قراردادهای موقت دارن. بازار کار رو تجزیه میکنه، segregation، تجزیه کردن بازار بر اساس جنسیت، بر اساس قومیت، بر اساس اینا مهاجر بودن، غیر مهاجر بودن و انواع مختلف، بازار رو تکه تکه میکنه و در هر قسمتش مثلا فرض کن مزد رو میاره اینجا میاره پایین، اونجا نمیدونم یه شرایط بدتری رو برقرار میکنه برای مثلا زنا هستن، شرایط کارشون بدتره بهتره مثلا، میدونید، یعنی تفاوتی در بازار کار به وجود میاره بر اساس جنسیت و قومیت و این چیزا. کار اجاره‌ای به وجود میاد، شرکت‌هایی هستن که یه آدم‌ها رو با شرایط بد استخدام می‌کنن برای انجام کارهایی، اینها رو اجاره میدن. مثلا فرض کنید می‌خوان یک ساختمون رو تمیز بکنن، یعنی یه شرکتی میاد اونجا رو کنترات می‌گیره، 30 تا 40 تا کارگر داره، اون کارگر رو می‌ریزه اونجا، اونا اونجا رو تمیز می‌کنن، خودش یه پول بیشتری می‌گیره ولی به اینا یه مزد کمتری رو میده. اینا همیشه در اجاره اون شرکتن و برای جاهای مختلف کارهای مختلف اونا رو میبرن. حتما خودتون با اینا آشنا هستین. بعد از این جیگ اکانومی، اینطوری که مثلا یک آژانسی، یه عاملی، مثلا یه چیز پورتال مثلا اینترنتی داره، مثلا اوبر، مثلا نه تاکسی ها، مسافر تاکسی مشتری رو به خود تاکسی وصل میکنه از طریق اون پورتال و هم وصل میشن. یا مثلا چنان قضا، لیفر کردن قضا، بردن قضا، اینا همین، اینا رو به هم وصل میکنه باید. یعنی خیلی آدم ها توی این چیزا میان این شکلی کار میکنن با شرایط بد، بدون بیمه بازنشستگی، بدون بیمه بیماری، بدون هیچی، با حداقل دستمزد اینجوری هنگه. کار هست پول میگیرن، کار نیست پول نمیگیرن. اینجوری نیستش که مثلا یه حقوق ثابتی داشته باشه. این هم که بهش میگن جیگ اکانومی. بعد استقلال ظاهری، یعنی که یک آدمی با یک قرارداد کاری برای کسی انجام میده ولی این ظاهرا مستقل استخدام اون نیست، چون اگه استخدام اون باشه اون بعد برای این بیمه بده، نه بیمه های اجتماعی بعد برش بده دیگه. اگه استخدام رسمی باشه کارفرما برای در بیمه های اجتماعی اون شرکت کنه، ولی وقتی که ظاهرا مستقل این برای این میگه آقا مثلا بیا این خونه من رنگ
یا مثلا بیا اون موتور رو درست کن. وقتی این کارا رو میکنه یه قرارداد فقط برای اون کار میبنده، اونم به معنی آدم مستقل توش میکنه، این بهش میگن استقلال به صلاح ظاهری. و همین دیگه، این انواع چیز بود، تأثیرات به صلاح نئولیبرالیسم رو بازار کار، رو بازار سرمایه. اینجوری همونجوری که گفتیم کنترل سرمایه رو برمی‌داره، بازار سرمایه رو لیبرالیزه میکنه، به همونطور که دیدین مالکیت رو به شکل سهام در میاره، تو بازار بورس میفروشه. سرمایه های واقعی که مثلا صندوق های بازنشستگی یا بیمه های عمر یا نه فلان، اینا رو هم به شکل اوراق بهادار در میاره، میبره توی بورس باش چیز میکنه. شرکت های تولیدی سرمایه خودشون رو به شکل سهام میبرن توی بورس. بعد چنیدین که مدیر بر قیمت سهام در بورس مهمتر از سودی است که اون یارو سرمایه داره میکنه. مهم شاخص قیمت سهامش توی بازار بازار بورسه. برای همین خیلی از سرمایه دارا بخشی از سرمایه‌شون رو صرف خرید سهام خودشون میکنن که قیمت سهام تو بازار بورس بره بالا. ببینیم مثلا این هم یه مدل. مدل دیگه اینجوریه که سرمایه مجازی، عرض سرمایه مجازی از قدیم بوده ولی الان خیلی مقدارش بیشتر میشه، به این معنی که یک چیزی که وجود نداره مربوط به آینده است. مثلا فرض کنیم من یه خونه خریدم، باید ماهی $200 مثلا قسط این خونه رو بدم. خب یعنی معنیش اینه که این قرض من، معنیش اینه که ماهی $200 درآمد دیگه. خب میشه این قرض و این وام رو تبدیل کرد به اوراق بهادار، برد توی بازار بورس روش معامله کرد. یعنی مثلا با یک کسی میخوام معامله کنم، بهش میگم آقا ببین این ماهی $200 پوله ها، ببین این ماهی $200. حالا اون یارو ممکنه بمیره، ممکنه ورشکست بشه دیگه، پولش رو نتونه بده. یک چیزی مربوط به آینده میشه، نه یعنی سرمایه‌ای است که الان موجود باشه، این چیزی است که مربوط به آینده میشه. ولی همین چیز آینده رو من به اوراق بهادار تبدیل میکنم میفروشم، نه این همون چیزی بوده که مارکس بهش میگفت سرمایه مجازی دیگه. دامنه عمل و عمق کار این خیلی بیشتر میشه. بعد اینا میان زندگی روزمره رو مالی میکنن. دیدیم که با این کارت های بانکی به اصطلاح و این که مثلا فرض کن تو یه تلویزیون میخوای بخری یا مثلا پول کم داری پول اضافه از بانک میگیری یا نمیدونم خونه میخوای بخری وام میگیری، اینا هم چی میشه؟ اینا هم اینه که زندگی روزمره طبقه کارگر طبقه چیز رو به این سیستم نهاد مالی وصل میکنه. اون سر همین خودش بحثایی شده که منبع درآمد اینا چیه، چون تو مارکسیسم میدونیم که اینا بخشی از ارزش اضافی هستند. بعد دعوا سر این قرار میگیره که آیا این چیزی هم که مثلا یارو تو زندگی روزمره انجام میگیره تو تولید نیست، تو گردشه. اونی هم که اینجا میدونیم که کارشو کرده، کارشو انجام داده، ارزش اضافه تولید کرده، مزدش گرفته اومده بیرون تو بازار، اینجا میخواد مثلا تلویزیون بخره وام میگیره، بهره زیادی ازش میگیره. خب این دیگه استثماری نیست که تو مرحله تولید انجام شده باشه، اینجا تو گردش انجام شده. اینو خب این چیه اون چیه، سر اینها یه بحثی هستش که الان من دیگه واردش نمیشم، ولی سر بین مارکسیست‌ها سر این بحث‌ها هست. دیگه چیزی که هست این هستش که بین بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری تفاوت بود. بانک‌های تجاری پسندازهای مردم رو جمع می‌کردن، به اونها وام می‌دادن. نه، بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌تونستن توی بورس برن، به اوراق بهادار بازی کنن. بین اینها فاصله بود. همون زمان روزولت، زمان همون نیو دیل و اینها اومدن اینها رو از هم جدا کردن. اسم قانونش هم هست گلاس استیگل اکت، قانون گلاس استیگل. ولی کلینتون مثلا 1999 اومد اینو ورداشت، یعنی مرز بین بانک تجاری و بانک سرمایه‌گذاری روشن. تمام بانک‌ها پسنداز، بانک‌های پسنداز، بانک‌های معمولی و بانک‌های سرمایه‌گذاری همه‌شون میتونن برن توی بورس با چیز کنن، به اصطلاح جزء این شبکه مالی، جزء این سرمایه مالی، همین فاینانشیالیزیشن. آخرین چیز دیگه من سرتون در بردم، خیلی ممنون که حوصله به خرج دادید. فقط این هم بگم دیگه تموم شد. بیکاری و تورم. ببینید زمان بعد از جنگ اینجوری بودش که هدف حفظ اشتغال کامل بود، یعنی اشتغال رو تا حد امکان بیاریم بالا، بیشتر استخدام کنیم.
کینز هم گفته بود دیگه، گفته بودش که اشتغال کامل داشته باشیم، تقاضا بره بالا، مصرف بره بالا، بحران کمتر بشه. راه حلش برای بحران بود، میگفت علتش کمبود تقاضا. خب این چیز همون موقع یک منحنی بود به اسم منحنی فیلیپس که یا آقایی به اسم آلبان ویلیام فیلیپس این منحنی رو کشته بود، یه اقتصاددان. اون منحنی نشون میدادش که حرکت تورم با حرکت بیکاری عکس هم، وقتی که بیکاری زیاد باشه تورم کم، وقتی بیکاری کم باشه تورم زیاد، عکس هم دیگه حرکت. خب اونجا هم میگفتن که خب ما بیکاری رو بیاریم پایین، خب تورم میره بالا، ولی تورم رو تا یه جاهایی به جون بخریم، بپذیریم، یه حدی از تورم رو بپذیریم، به جاش اشتغال کامل چیز بشه. هدف حفظ اشتغال کامل بود. تورم میرفت تحت شعاع این قرار میگه. همون بحران سال 1974 تا 83، همون بحرانه که شد، اونجا اگه یادتون باشه رکود تورمی بود، یعنی هم بیکاری بود، رکود بود بیکاری بود، هم تورم بود. خب این منحنی فیلیپ اونجا اعتبار خودش از دست داد دیگه. نه، اونجا میلتون فریدمن با یه اقتصاد دیگه که اسمش حالا من نمیبرم بخت میگیره، این دوتا به خاطر این حرفی که زدن جایزه نوبل گرفتن. اون حرفشون اینجوری بودش که اشتغال کامل ممکن نیست، ولی یه چیزی تعریف کردن به اسم نرخ طبیعی بیکاری. گفتم طبیعی یه نرخ طبیعی بیکاری داریم، تو اون نرخ معنیش اینه که تقاضا و عرضه برای نیروی کار با هم تعادل پیدا میکنن، مساوی میشن، و تو اون چیز تورم ثابت میمونه. اگر از اون میزان بیکاری ما بریم پایین تر بعد تورم میره بالا، ولی تو اونجا تورم ثابت. پس هدف اینطوری میشه، نرخ طبیعی بیکاری رو بپذیریم که بالاتر از اون یعنی مثلا نرخ تورم پایین نگه داریم، یعنی برعکس اون دوره. اینجا هدفی میشه که تورم پایین باشه بیکاری بره بالا. اونجا چون اشتغال کامل هدف بود، تورم رو یکم ول میکردن، اینجا برعکس، اینجا هدف پایین نگه شدن تورمه، بیکاری تا حد به قول میلتون فریدمن نرخ طبیعی بیکاری میتونه بره بالا. بعدن این دقیق تر شده دیگه، من اونا رو واردش نمیشم، تو نوشته بیشتر توضیح میدم که این چجوری. پس این هم یکی از سیاست های نئولیبرالیه. یا اینجا بحث من تموم شد. خیلی تشکر میکنم از حوصلتون. من سعی کردم با کمترین بسیار مصرف وقت از این مسائل بپرم، حتما نکات ابهام و چیزهای زیادی براتون باقی مونده، امیدوارم بتونم اونا رو از پس توضیح دادنش بر بیام. امیدوارم که این بحث براتون سودمند بوده باشه، با این سرعت و با این مدلی که من گفتم تونسته باشم یک نکات حداقل مهمش رو به شما منتقل کرده باشم. خیلی ممنون از لطف شما.